سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. تو این ویدیو قراره که سر بزنیم به ترندهای 2024 و چیزایی که امسال خیلی مود هستش به اصطلاح. پس بزن بریم. من گفتم هنگام توضیح دادنم به شما آرایشم بکنم دیگه. بچه اینو بگم جریانشو. مهنوش اینو همون بیودرما که همیشه من استفاده میکنم، ولی اینو ریخته بود تو این، آورده بود ایران استفاده میکرد و جا گذاشته و من دارم الان ازش استفاده میکنم. کنند است. ببین این ویدیو انقدر عقب افتاد که نمیدونی، زودتر از اینا میخواستم بگیرم ولی انقدر کارام به هم پیچیده بود و هی تو هم بود، نشد که بشه. لایک و سابسکرایب و کامنت و یادتون نره تو این ویدیو که خیلی به من کمک میکنه و یه جور دلگرمی میشه برای من. بچه من کرم پودر گلدن روز زدم. هستش که لازم نیست که هر سال هر چیزی که ترند میشه رو شما پیگیری کنین و همونو انجام بدین، چون اینکه این باعث میشه که شما شخصیتتون شکل نگیره یا سمت چیزایی نرین که علاقه داشته باشین و همش دنبال ترند ها باشین و از علایق و شخصیت خودتون جا میمونین. در واقع انقدر که پیگیر ترند هستید، همین اول پیشنهاد میکنم که همش دنبال ترند نباشید، تا یه حدودی رعایت کنید بد نیست، ولی اینکه همش ترند های خودتون رو عوض کنین باعث میشه که به شخصیت خودتون ضربه بزن. بعد از اون بریم سراغ ترند های مدل مو. از بالا شروع میکنیم نه پایین. مویی که امسال هستش، یکی از اولیاش لیر هستش. رو شما میتونید وقتی موهای نسبتا بلندی داشته باشین، یعنی از اینجا به پایین داشته باشین، این مدل مو مناسب شما هستش. مدل مویی که نسبتا یه ذره خوردن به حساب میان، به هر سبک قیافه‌ای میان. مدل مو بعدی که هستش مدل مو هیلی بیبره. بذاری من کانسیلرم پیدا کنم. خیلی صاف کوتاه شده و یه حالت ریز مجعد مانندی داره که قهوه‌ای هم هست. قهوه‌ای امسال رنگ ترند مو هستش. بچه کانسیلر میبلین زدم. بعدی که هستش لاکچری پوفیه. خیلی پف لاکچری داشته باشه موهاتون، که مدل لیلا فروهری خودمونه همونجوری که مشاهده میکنید و من عاشق این مدل موام که اینجوری پف وایس و خیلی خوشگله. یه حالت برمیگرده به همون ترند ماب وایف که این که دیگه سشواری نمیکردن پف وای میزاد موهاشون و اینجوری یه حالتی هم داشت. متوجه منظورم میشی؟ بعدی مدل موه چتریه که خیلی هم طرفدار داره. چتری کاملا بلنده که تا روی ابرو میاد و بقیه موارم. این چتری هستش که من عاشق این چتری هم. مثلا به نظر من اصولی ترین چتری اینه. ترند اصلی مدل موی امسال ترند ایزی هیره که به نظر من بهترین ترند مو هستش. یعنی شما هر جوری که هست موهاتون بپذیرید و بدون آسیب اون رو نگه دارید و تغییرش ندید دیگه، نگهش دارید چون همون جوری هم قشنگه، نیاز به کاری کردن نداره. فلورماره پودر فیکس خوبیه، من راضیم. بریم سراغ اکسسوری. بچه اکسسوری ترند امسال طلایی، نقره‌ای، مسی، یعنی همه رنگ‌های اکسسوری امسال مده، ولی با این تفاوت که اکسسوری‌های گنده، گردنبندای گنده همونجور که تو عکس می‌بینی، گوشواره‌های بزرگ و بزرگ، کلا اکسسوری امسال چیزای گنده مونده. می‌رسیم به قسمت میکاپ. امسال فعلا وینتر میکاپ بود، که میکاپ زمستونی که خیلی رژگونه های
زیاد و سایه های شایندار استفاده می شد. ولی ترند بعدی میکاپ ترند ماب وایف میکاپ هستش که به اصطلاح میشه همون زن مافیا، میکاپ زن مافیا. میکاپ زن مافیا چجوریه؟ اینجوریه که شما خط چشتون سیاه هستش، کلن آرایش چش سیاهی دارین، به علاوه اصلا توی صورتتون صورتی زیاد استفاده نشده، یعنی از اون رنگ کیوتی به سمت رنگ یه ذره بژ و اینطوری رفته آرایش. با کرم پودرای مثلا فول کاور دیگه شما نیاز ندارین که مثلا خیلی نو میکاپ طوری مثل ترند پارسال انجام بدین. بعد خیلی سنگین، کلا کانتورینگ خیلی سنگین، زیاد محو نباید باشه، یعنی همه چی باید نمایان باشه. الان همینم بهتون بگم که من آرایش ماباف میکاپ نمیخوام انجام بدم و دلیل این که اینجوری هم موامو بستم که یه ذره نمدارش کردم، اینجوری پیچوندمش، ببینم سشوار البته روش نگرفتم که داغ باشه مثلا به پیچونیش، چیزی رفته تو چشم هم. ترندهای لباس ببینیم که چی ترند هستش. سفید مردونه که حالا میتونه هم گشاد باشه هم فیت وایسه تو تنتون، مد شده. ترندهای دیگه امسال شلوارهای فوق بلندیه که اینجا هم براتون میذارم ببینید. شلوارهای فوق بلند دوباره پا به عرصه گذاشتن، خدا رو شکر و متاسفم. پارچه های مثلا طرح‌های پلنگی که ما ایرانی ها خیلی دوستش داریم برگشت و حالا طرح‌های دیگه مثلا طرح زبرا، خیلی طرح‌های دیگه هستش دیگه تو این ترند. من پارچه های طرح‌دار خیلی امسال روی کار اومدن، یکی از رنگ‌های بولد امسال قرمزه، توناژ رنگ‌های قرمزه. یعنی یه چیز دیگه هم که هستش بلیزرهای فیت و اوورسایز هم مود هسته که سراغ بعدی که کفش هستش، کفشی که مثل کفشای بالرین بهش میگن، اونا خیلی مود شده، یعنی کفشای تخت امسال موده. خبری از کفش لژدار نیست، ولی اگه فکر میکنین که کفش پاشنه بلند مود نیست سخت در اشتباهه. بعد میدونی چیه؟ این کفشای بالرین ما بچه بودیم از این کفش بندارا میپوشیدیم که روش پاپیون داشت و اینا، این مال اون دو زمون بود، الان ما بزرگ شدیم دوباره ترند شد. ترند امسال اینو به من فهموند که هر چیزی که داری و ننداز دور، بگو که ترند بعدی نمیخوامش، این دیگه مد نیستش و اینا بندازی دور، نگهش دار دوباره استفادهش میکن. جورابای پارازیانه. نه کلن جورابای شفاف که تا زیر زانو هستش، بعضی هاش هم تا بالای زانوه و هر رنگی هر شکل و شمایلیش مد هستش، با هر نوع کفشی هم مد، نه فقط اسپورت بلکه پاشه بلند، همین بالرین ها همه جور باش پوشیده بودن. ترند شکوفا کننده و پرقدرت و ماوایفی امسال پالتوهایی با پوستای حیوانات که حالا مصنوعی هستن هستش. کلن پالتوهایی که پشمالو بزرگ برای زنهای مافیا و ایناه، اونا استفاده میشه، چه بلندش چه کوتاهش. ترند 2024 استفاده از پاپیون گل. پاپیون خیلی امسال مد شده، روی لباس، روی مو، روی اکسسوری، اینا خیلی امسال چی بهش میگن ترند، روی کتا من خیلی دیدم، روی شلوار، کلا همه چی پاپیونی خیلی مد شده و بارها دیدم مثلا دامنا با گل روش بوده، لباسایی که گل روش بوده، اینجوری کفشایی که مثلا گل و پاپیون روش بوده. فکتور بچه ها ریمل خوبیه، میبلین استفاده میکنم، همین رو استفاده میکنم، ولی این هم خوبه نسبت به قیمتونش. که زرق و برقیان امسال برگشتن. این موضوع رو دوست دارم، من کلاغم، من خیلی خوشم میاد چیزایی که
زرق و برق داشته باشن. دامنای چینچینی بلند بلند و کوتاه امسال ترند هستش و به نظرم دامن خیلی چیز خوبیه، هم برای زمستون هم برای تابستون، من خیلی دوستم. پیراهنم شد پیراهنای جذب شفافم مد بچه ها، یه حالتیه که انگار بدنه تو نشون میده توش. کیف های بزرگ، علاوه بر کیف های بزرگ، کیف هایی که پارسال استفاده میکردیم مثل این هستش دیگه، نیاز نیست اصلا کیف های پارسالتون استفاده نکنید. کیف های پارسال هم ترند هستش و خیلی بولترین ترندش کیف های خیلی بزرگ هسته. تاپ های بلند خیلی ترنده و اینکه یقه هاش یقه های بسته هستش و یه برش خیلی صافی داره مثل همین عکس. لبتون گلدن روز و فلارمار خیلی خط لبای سبکی داره. قرمز میزنم حالا، الان تینت صورتیم فقط موجوده. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین، کلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. به ترنت هایی که از قلم انداختم و نگفتم و تو کامنت ها بهم بگی، کلی دوستتون دارم، عاشقتونم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.